من گوش بده دیگه، اصلا منطقی نیست. ولش کن بابا. آقا یالین اومد. اومد؟ آره خودشه. خب چیکار می‌کردی؟ محبت باید کم باشه. یعنی سلام هم نمیخوای بدی ها؟ قراره بی محلی کنم، اگه سلام بدم نمیتونم ساکت بمونم، ولی دلم من میخواد بغلش کنم. دفنه، اگه دیدی ساکت نمیشم جلوی منو بگیری یاشیم خواهش. نه تو میتونی، میتونی، ولی من حس میکنم اینطوری خیلی زایست. آره خب تو برگرد بهش سلام کن، یه دو تا جمله هم بگو، بعدش برو سر کارت. به نظرت میتونم؟ مطمئنی؟ من میتونم. نه آی معلومه که میتونی، اگه تو نتونی پس کی میتونه عزیز دلم؟ دفنه با تو هم. البته داریم از ساکت موندن حرف میزنیم یشه. وای باشه آروم باش، آروم باش، میدونم خیلی سخته ولی ما بهت ایمان داریم، مگه نه دختره؟ بله برو. بله بیا بریم، باید بریم یه جایی آروم حرف بزنیم. من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. دفنه دختر خواهش میکنم، جدی میگم، منو دیوونه نکن لطفا، خواهش میکنم ازت، اگه حرفی برای گفتن نداری پس چرا اومدی استعفا نامتو پاره کردی ها عزیزم؟ بگو دیگه. همینطوری یه هوی دفنه میگیرم همینجا. ببین دفنه عصبانی شدی، منو ول کردی، اما کاملا هم نرفتی، پس بیا در موردش. کجا؟ بارو چیا رها نمی کنن اما کمتر محبت می کنن. باشه دختر باشه، می خوای لج کنی؟ منم بلدم با چی کار کنم. نداری میشه نگاهی به این مدل بندازی؟ من میخواستم با پایتون بنویسم اما برنامه عمل نکرد. اگه اینجا رو درست کنی میشه. بفهم. وای ممنون. دنیا بر بیرون. ولی آقا یالین من و دفنه داشتیم کار میکردیم. بعدن کار میکنی برو. کجا کجا میریم؟ مقوا ایسا ایسا تعریف کن نیتت چیه؟ نیت خاصی ندارم دفنه. میشه خواهش کنم از اتاقم بری بیرون؟ چون کار دارم. ببین تا زمانی که حرف نزنی نمیرم بیرون، فهمیدی؟ دختر عصبی زود باش. میشه بگی چرا استفانه با تو پاره کردی؟ یالین واقعا نمیخوام حرف بزنم. تا وقتی حرف نزنی از اینجا نمیرم. اوف اوف به خودت. میبینی؟
برای اینکه تو رو به حرف بیارم دیگه کم مونده بهت التماس کنم. تو زندگی چه اتفاقایی که نمیفته. دفنه باروچی حرف نمیزنه. عجیبه. ببخشید، فکر کنم همین الان باید برین اتاق دفنه. آقای یالین اومدن و فکر کنم دفنه حالش خوب نیست. زود باش، تا الان نتونستی تعامل کنی، الانم فرقی نداره، پس زود باش دیگه. بگو بگو دفنه. دفنه چرا استفانه من رو پاره کردی؟ تعریف کن دیگه. دفنه جان عزیزم، قربون اون سکوتت برم، دلم واسه پر حرفی ها تنگ شده. وقتی اینجوری حرف میزنی خیلی دلم تنگ شده واقعا. آره آی دفنه، چیزه، ما باید راجع به یه چیزی خیلی سریع باهات صحبت کنیم. در مورد چی بود؟ در مورد ازگی. آره راجع به ازگی بود. یکم حرف زنی بد نمیشه نه؟ آره بابا نمیشه. اوف مامان ساکت شو دیگه. داداش چی شده؟ کشتی که رفته روسیه لو رفته. تا وارد آبای روسیه شده توقیفش کردن. البته که چیزی در نیومده، ولی این نمیتونه تصادفی باشه. چون تصادفی نبوده، زهر چشم بوده. منم همین فکر رو میکنم. کسافت کاریه یا مردی که جلاله. خودش جلاله. زنگ زدی از بیشرفیت به هم بگی. این حرفت سنگین بود. من فقط به عنوان یه دوست بهت زنگ زدم هشدار بدم. ممکنه گزارش بعدی خالی نباشه. منظره اون فامیلی نه؟ جلال من از تهدیدهای تو نمی ترسم. هر غلطی میخوای بکن مرتی که آشغال. عوضی آشغال چی میگفت؟ گفت گزارش بعدی ممکنه خالی نباشه. میدونی چی؟ واسه تونه خالی کنی تو مغزش. آروم باش بچه، آروم باش. به چطوری آروم باشم داداش؟ نمیبینی داره چی کار میکنه؟ معلومه که علکی حرف نمیزن. میدونم. باید نگهبانه کارخونه رو بیشتر کنی. ممکنه آدم فرستاده باشی. نه من صبر نمیکنم. باز دفتر این مرتیکه رو ببندم. صبر کن ببینم کجا؟ چطوری میخوای ببندی؟ باش چی کار کنی؟ به فرض نگهبونا رو زیاد کردیم. چیزی میدونی؟ نمیدونیم. شاید یکی رو فرستاده باشه داخل. شاید منتظر خبر این باشم. ها؟ خب خبر داریم یا نه؟ حالا اگه بری میخوای چیکار کنی؟ آروم باش سینا. نگران نباش. حلش میکنی. حلش میکنی. مامان خیلی خوبه پسرم، حالا برو خط بعدی. آفرین. وای قربون مدت گرفتنت بشم. وقتی بابا بیاد به اونم نشون میدم مامان. باشه عزیزم نشون بدی، نشون بدی. موسیقی
نشه خودت کمک کن. خیر باشه عروس، داری با خودت چی میگی؟ مامان بزرگ، تو دلم خیلی حس بدی دارم. چه حسی داری؟ نمیدونم ولی میگم مامان بزرگ، تو از همه بهتر اون جلال رو میشناسی، بلایی سر بچه ها نمیاره. میخواد چی کار کنه؟ اگه میخواست کاری بکنه همون موقع میکرد، بی خود نگران نشو. آره ولی اسم و رسمش که مشخصه. اوف، همش تقصیر این حبیب است. یعنی رسمن مونده رو دست سینا. بله دیگه، باباشم که داره به ما فشار میاره. سهن داداش لیلا، ببین برای داداش توپا چه شیرینی درست کردم. تو چرا اینقدر درد سری دختر؟ این حرف رو نزد بشته. پسر تو رو نمیخواد ولی تو هنوز هم اینجا یاره. سینا جا منو دوست داره. من ازت خوشم نمیاد، میشنوی؟ ای بابا بسه دیگه، تو چرا اینقدر بیشرم و حیایی؟ همین الان همه ی وسایلتو جمع میکنی و برمیگردی پیش بابات، فهمیدی؟ زود باش. عروس، تو نمیتونی مهمون منو بیرون کنی. بیرون میکنم، اینجا خونه ی منه. از ترس اینکه باباش برای سر طوفان و سینا نیاره دارم دیوونه میشم اینجا. یعنی چی؟ ببین عروس، به خاطر من دعوا نکن مامان بزرگ، من میرم. بذار لیلا خانمم راحت بشه. درسته گناه دارم ولی چاره چیه؟ چقدر من دختر با درک و فهمی هستم. یعنی تو انقدر بی ارزشی؟ دختره رو داشتی بیرون میکردی؟ داشتم بیرون میکردم؟ من اونو بیرونش کردم پنبه سلطان. خیلی واضح و روشنم این کارو کردم. چقدر من سن روکی هستم، ماشالله به من. اینم زده به سرش. سینا به بچه ها حرفی نزن، لیلا به اندازه کافی نگرانه. خب حالا چیکار میکنی؟ دیشب که شنید جلال چی گفت؟ خداحافظ خونه قشنگم، خداحافظ خونه داداش سینا جان، خداحافظ. منو فراموش نکن، من تو رو فراموش نمی کنم. برای من دختر مغروری هستم، جایی که منو نمیخوان حتی یه دقیقه هم نمیمونم. خداحافظ. کی از خونه رفت؟ حبیبه رفت. کجا؟ چه جوری رفت؟ رفت جلوی در با چمدونشم رفت. و اگه به این برسیم که چه جوری رفت پنبه سلطان، با یه پوزیشن هنرمندانه رفت، باید اعتراف کنم. میگیم جلال رفته ترابزون، بذار لیلا خیالش راحت بشه. خوبه، البته واسه کوتاه مدت خوبه، چون چاره ای نداریم. من اون بیشرف خودم آدمش میکنم، صبر کن. طوفان جان، حبیب از خونه فرار کرد. چی میگی؟ این نفع پیش کی رفته؟ مادر بزرگ یعنی چی فرار کرده؟ خدا فرار کرد، از کنارتون رد نشد. لعنت به این زندگی. تو برو اون ور رو ببین، منم این ور رو میبینم. داداش چه نیازی هست؟ بذاریم بره دیگه. پرتو پلا نگو، نصف شبی کجا میخواد بره؟ دم من چاخه؟ چرا با سپانسر رو کله بزنم؟ با من نامزد دارم، عیبه به من چه ربطی داره؟ بذار غلطی میخواد بکنه. من خوب عادت کردم به این فرار کردن از خونه. خدایه با امید تو. حبیبه دفنه، من اومدم پیش تو.
چی؟ چی میگی دختر؟ آه وای خوش اومدم، صفا آوردم، شادی آوردم. بسم الله، چرا این خدا بیامرز و چلش نکردن؟ حبیبه کجایی آخه کلاغ سیاه؟ نیست دیگه نیست. آخه این دختره نصف شبی کجا رفته؟ طوفان جان حبیبه رو پیدا کردین؟ نه مامان بزرگ، پیداش نکردیم، ایشاله که پیداش هم نمی کنیم. اوف سینا جان. اوی حبیبه مگه تو فرار نکردی؟ فرار کردم، اما فرار کردم پیش دفنه. از این به بعد اگه دنبالم گشتی بدون خونه خواهرتم. ببین فقیر فقرا در چه حالن عزیزم. ببین به خدا آخرش من اینو میکشم، آخر قاتل میشم، جلومو نگی بزا بکشمش. دایی بزا آروم باش پسر. چته بابا؟ حبیبه برو تو ببینم، مادر بزرگ لیلا شما هم برین تو، آخه چه خبر؟ هر شب باید یه ماجرایی داشته باشین. داداش طوفان، سینا جان شبتون بخیر، من خودم فردا صبونتون رو آماده میکنم، نگران نباشین. ببین داداش خداییش بزن برم اینو بکشمش، اینجوری یه آدم از دست این خلاص میشن. به خدا این خدمت به خلق، جدی میگم جون من، بذار برم ببینم. برو تو بابا، همه تون بلای جون من شدین. من بلا نیستم آقا طوفان. میدونی شاعر چی میگه؟ میگه که از دست عزیزان چه بگویم، گله ای نیست، گر هم گله ای هست والا دیگه حوصله ای نیست. تلفنش هم خاموشه. آفرین به تو دختر، همین جوری ادامه بده. پیامه صبح بخیر هست، پیامه شب بخیرم هست، از همه مهمتر باید در طول روز لحظه به لحظه همش حالش رو بپرسی. چرا باید این کارو بکنم؟ چون که عزیزم ذهن خانم‌ها اینطوریه که کوچکترین بدی رو تا ابد و دهرم یادشون نمیره، ولی خوبی‌هایی که بهشون کردی رو در ثانیه کلن یادشون میره. به خاطر همینم هست که هر روز باید لحظه به لحظه مدام حالش رو بپرسی که اصلا فرصت نکنه به خطاهایی که کردی فکر بکنه. اوه تو یه چیزی مثل دستورالعمل استفاده از دخترایی؟ دستورالعمل استفاده از دخترها دیگه یعنی چی دنیز؟ ای خاک تو سرت. حالا اگه میگفتی دکتر عشق باز یه چیزی. زودش بنویس ببینم زود. چی بنویسم؟ بنویسم چه خبر خوبه؟ آره همینجوری بگو، مگه داری به رفیقت حرف میزنی ها؟ بنویس عشق من تویی، جون من تویی، دوستت دارم عزیزم، اینا رو بنویس. یاشی مارون باش، ما هنوز یه بارم نرفتیم بیرون، این حرف خیلی زیادیه. نیست عزیزم، اتفاقا کمم هست. خانوما توی نگاه اول عاشق میشن و تو هم اولین بار که ازگی رو دیدی عاشقش شدی. آره خب اون دختره خوبیه، خیلی هم خوشگله، ولی من عاشقش نشدم. خیلی هم عاشقی، با من مخالفت نکن، من خودم استاد عشق و عاشقیم، ولی تو فعلا ته شاگرد کلاس اول باشی. باشه استاد، هر چی شما بگی. حالا هر چی که من بگم همونه، پس بنویس دنیز جون، بنویس. امروز برنامه شیفت چطوریه؟ دلم برا تنگ شده. میدونم ناراحت میشی اما یه خبر بد برات دارم. مگه چی شده؟ لیستا نوشته شده، امشب هم باید شیفت بمونی. وای من امشب هم باید شیفت بمونم. اوف اینم که هر شب شیفته، برنامه‌ام خراب شد بازم.
آی نمیشه که بابا، امشب شنبه است، امشب شب ملاقات و قراره. باید یه فکر راجع به این بکنی. یه شنبه نشه. پاشو هیچی هم نپرس، فقط بلند شو حاضر شو، باید بریم خرید کنیم. کجا؟ میریم مشکل دنیز رو حلش کنیم، باید زندگی دنیز رو سر و سامون بدیم. روزکم اینجا منتظر بمون باشه، برم یه شومو بردارم بیام. سلام آقا بزرگ، خوبی؟ سلام سینا، خوش اومدی. سلام پسرم. یاشم کجاست؟ کنار صخره. باشه پس من برم اونجا. باشه به سلامه. یاشیم سینا اومده. یالی نوروز بیا بیرون. ها خندیدم. یاشیم کجاست؟ مفتون خانم گفت اینجاست که. آره اینجا بود، ولی انگار دنیز یه مشکلی داره، رفتن مشکل اونو حل کنن. خدا میدونه باز دارن چی کار میکنن. سینا، یاشیم با دنیز رفت، نتونستم بگم تو اومدی. ای بابا، مفتون خانم برای سینا یه لیوان آب خنک بیار. صدشو بشنوم. خب شمارم رو مخفی میکنم. گوش کن رفیقی، پشیمونم نکن که اون تلفن رو دادم دستت. بده یه بار زنگ بزنم دیگه، زود باش. یه بار، فقط یه بار زنگ بزنم. حق با تو رفیقی، من امکان نداره صداشو بشنوم و قطع کنم. من هر چقدرم که اصرار کردم به هیچ عنوان اون تلفنو به من نده. نباید با تناب من بیفتی تو چاه. طرف رسما دشمن تلاشمه، داره هر لحظه منو تحریک میکنه که بهش زنگ بزنم. من گذاشتی؟ خب دلم براش تنگ شده، هی میگم با روچیا رها نمیکنه، ولی دارم میرسم به ساحل. هرچه زودتر اون پسر یکل شق باید بفهمه که عشق تموم شدنی نیست. در غیر این صورت باید طرفو بلند کنم. آره دفنه، نگاه کن برات کیک ماهی درست کردم. وای چقدر خوشمزه است، دستم درد نکنه. وای حبیبه جون، وای اگه بدونی چقدر حواس کرده بودم. اما تو کار خوب بلد نیستی. نه خیلی، من همه کاری بلدم. نه اصلا بلد نیستی.
اولا که تو همچین شرایطی باید به آدم بستنی و شکلات و چیزای شیرین بدی. قانون اول دپرسی اینه که چیزای شیرین بخوری. هی دپرسی دیگه چیه؟ حالا چطوری بگم؟ خیلی خوب، چیز خاصی نیست، مجموعی از احوالات منه که این روزا داریم میبینیم. آها پس برای همینه که تو همش با این اسکلت حرف میزنی. آره حبیبه، هر وقت تو این شرایط هستم رفیقم دمش گرم بهم دلداری میده. ای بابا یعنی چی؟ گوش بده، حالا که وارد یه مسیری شدیم باید درست انجامش بدیم. تو اصلا با این چیزا خودتو خسته نکن. میشه برای من یه چیز شیرین درست کنی لطفا؟ فهمیدم چی میگی. پس من میرم برات حلوا درست میکنم، بشین بخور. ناره خوبه. بودو بودو وای. الان داره چی کار میکنه؟ عارفگی چی کار میکنه؟ تلفن پیش تو بود؟ میشه یه بار زنگ بزنم؟ یه بار زنگ بزنم قطع کنم، بگم الو قطع کنم. وای یاشین، من مطمئن نبودم دوستم داره، میگفتم داره میپیچه. این چه وضعشه؟ نگاه، منم شدم این دفنه با خودم حرف میزنم. ای بازم شد واسه رای پیدا کنم. آراز چیه؟ اگه یکم دیگه تنها ببونم این دفنه دیوون نمیشم به خودم. چی میگی پسر؟ میگم آراز بریم یه هوایی بخوریم، یه کمی حرف بزنیم. باشه بریم. بریم پس. خیلی آقای. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً من این تلفن رو. نه نه یه خیال بز تو جیبه. برو میخوایم درد دل کنیم. برید کنار جلال، برو کنار. اونجا چه خبره؟ برو کنار. بابا طوفان، این روزا هم دیگه رو زیاد میبینیم، خیلی خوبه. میرم سر اصل مطلب. هر غلطی دلت میخواد بکن ولی به خواستت نمیرسی. برای قاچاق اسلحه هم یکی دیگر پیدا کن، تمومش کن. طوفان خیلی خوبه که اینقدر از خودت مطمئنی، ولی پوچه. جلال من اوقاتی کارات نکن، بساطتو به هم میریزم. اما این خوب نشد، داری خطا نشون میکشی. چی میگی مردی که بیشرف؟ واسه آشغالی مثل تو همینم. ببین چی میگم، حواست باشه دوباره نخوای به من حمله کنی. هر کاری میخوای بکن، ولی نه دخترتو برای داداشم میگیرم، نه میتونی از شرایط من سوء استفاده کنی. اینو بکن تو سرت. طوفان من مجبورت میکنم که این کارو بکنی. تو هنوزم داری منو تهدید میکنی؟ به کارم هم میاد. همه اونایی که مثل تو علکه آرتوپورت میکنن در نهایت یه روزی سر عقل میان. جلال عوضی بهت نشون میدم کی آرتوپورت میکنه. بی شرف، تو رو همون جایی که دنیا آمدید چالت میکنن. طوفان برو چی تمومش کن وگرنه میزنم. اگه این آدم ها تو اسلحه روی کمرت نباشه هیچی نیستی. بی خود دایی مردونگی نکن. صبر کنین، صبر کنین. از ما فاصله بگیر جلال، از ما فاصله بگیر. Thank you.
باید میذاشتی همینجا خونشو بریزین. این دل منو خنک نمیکنه کله پوک. آقا جلال بذار با آدممون خبر بده، بگی محموله رو بذاره تو کشتی، این دفعه کارشو تموم کنی. اون دیگه کنسله، یه نقشه یه بهتر دارم، یه چیزی که دلمو خنک کنه. این مسئله دیگه زیادی کش پیدا کرد. منظورت کدوم مسئله است نیست؟ چرا نمیتونیم با هم بریم بیرون؟ خب چی کار کنم؟ بیمارستان، شیفت. میدونم، با من بیا. دنیز چرا اومدیم اینجا؟ وقتی تو نمیتونی با من بیای بیرون، من گفتم یه کار دیگه بکنم. نظرت چیه؟ ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.